وقتی که رخ تنها میشه و دیگه هیچ مهره نیست که کمکش کنه، وقتی که همه امیدشو برای پیروزی از دست داده و خسته شده، آخرین راه حل رو انتخاب میکنه، خودشو نابود میکنه تا بازی مساوی بشه. اینقدر از خونه به خونه دیگه میره تا بالاخره توی خونه بهش تیر خلاص میزنه. توی شطرنج به این وضعیت میگن رخ فداکار. یه اسم دیگه ای هم داره که من اون اسمو بیشتر دوست دارم. اسم من پیروزه. بیشتر وقتم و پشت کامپیوتر و تو چتروما و پیج گروه ها و وایبر میگذرونم. کار من به هم ریختن این گروه هاست. اصلاً هم حال و حوصله بحث های سیاسی رو ندارم. اما 3-4 سال پیشم که بازارش داغ بود من این کارا نبودم. آها یادم رفت بگم، ما یه گروه داریم به اسم فوش درمانی. با این گروه دیگه جوونا لازم نیست برن تو استادیوم آزادی به هم دیگه فوش بدن و دخترها میتونن پا به پای پسرها حسابی دق و دلیشون رو درارن. یه روز که از سر بی‌حوصلگی داشتم تو گروه های مختلف از این چت به اون چت میرفتم و دنبال یه مشتری میگشتم که سر به سرش بذارم، مسعود بهم پی ام داد. من با مسعود تو همین گروه آشنا شدم. تو ربطی نده، شما موبایل تو بفرست. خیلی بده افتادن موبایل رفیقت تو چای مستر و سرنوشته تو رو تعیین کنه. با همین شماره دادن دوباره سر صحبت باز شد. مسعود از من خواست فردا باش به یه قرار اینترنتی برم. قبلا سر چند تا از این قرارا رفته بودم ولی راستش اون موقع خیلی حسش نبود. اما مسعود به زور منو برد تو گروهی که اسمش بود بی پدر مادر. اشتباه نکنید، یه فوش نیست، یه حقیقته. طبق آماری که پارسال منتشر شد 2 میلیون خانواده تک سرپرست تو کشور وجود داره. همه کسایی که تو این گروه بودن یا پدر نداشتن یا مادر یا هر دوش. مسعود که بعد از مرگ مادرش پدرش یه زن دیگه گرفته بود، دیگه تو خونه نمونده، تو گاراژ پدرش زندگی میکرد. اون تو زندگیش 2 تا آرزو بیشتر نداشت: خواب راحت دم صبح و پیچوندن سربازی. خلاصه چشمتون روز بعد نمینه، تو گروه بی پدر مادرها 10-20 نفر با عکسای کاربری خفن دور هم جمع بودن. مسعود منو به کاوه معرفی کرد که تو گروه پدر مرده ها بود. کاوه تو کار طراحی وب و اینجور برنامه هاست. مسعود یه چیزایی درباره کاوه به هم گفت. وقتی پدر کاوه میمیره، برادر بزرگش امضای باباشو جعل میکنه و با یه وکالتنامه قلابی پولای بابا هر صاحب میشه. به جای سهم الارثش هم یک پس گردنی محکم میزنه به کاوه که اون موقع 7 سالش بوده. از همون موقع کاوه میره تو فکر انتقام. غزل تو گروه مادر رفته است. مادر رفته یعنی مادرش طلاق گرفته و رفته. غزل و کاوه تو دانشگاه با هم آشنا میشن و تو شلوغی های 88 به این نتیجه میرسن که خیلی خوب هم دیگر درک میکنن. حالا 2 ماهیه که عقد کرده. آماده ای؟ آره. داداشی بیا ماشین خوشگله تو تحویل بگیر. محکم بشین. بریم. <تص->
پیشنهاد مسعود رو قبول کردم. نه به خاطر اینکه می‌خواستم بی پدرمون به رخ دیگران بکشم، نه، فقط به خاطر اینکه یادم اومد فردا باید با مادرم بریم دنبال خونه و منم اصلاً حالشو نداشتم. این خونه که توش نشستیم رهنش یه دفعه دو برابر شده، باید تخلیهش می‌کردیم. دو هفته بود داشتیم دنبال خونه می‌گشتیم. مردم موجی شدن. واحد 50 متری تو خیابون سرسبیل 35 میلیون رهن کامل. دوره آخر زمانه. مادرم بازنشسته آموزش پرورش و بابام که چاق و ساز بود 15 سال پیش سرطان خون گرفت و عمرش داد به شما. هنوز چاقوی که بهم هدیه داد و دارم. روز بعد مسعود با موتورش اومد دنبالم. ای شماره برام بگی؟ اینو بگی اون برام بابا گم میده. اینو من دور دیگه بدبخت. تو برام یکی دیگه میخری یا بابا؟ مارک خره تو این چیزا حالیت نمیشه تو. آره مارک. ویژه سلسبیل و جوادی هم از این مارک دارن. دکمه هاش هم دیگه یکی در میون کار میکنه. تو خودم تمام قد رفتی تو گوه الان یکی در میون حرف میزدی. چون مسعود فکر میکرد اینا همه تیلیفشون الگانسه، موتور رو دو سه تا کوچه پایین تر از کافی شاپ قفل و زنجیر کردیم. محل قراری یکی از کافی شاپ های نزدیک پارک بود. سلام علیکم. سلام. سلام. از بچه گروهی؟ بله از بچه گروهی. آیدی تون لطفا. آیدی هپی من. هپی من. آره اینجاست. چه چی؟ با منه. با من. هنوز به گروه نشده. ولی من میتونم تضمین بدم بی پدری. آره بی پدر. باشه. نه باید 15 لطف کنی. 15؟ کارتخون داری؟ کارتخونم داری. سلام خوبی؟ مرسی بفرمین خشمه. کارتم تو ماشینه. من هم کیفم تو ماشین جا مونده. خب 20 تومن من بدم 10 تومن. 30 تومن دیگه. بله. 30. ببخشید. خشمه. بعدن کاشف فهمل اومد پدر این دختری که گروه رو میگردونه صاحب همین کافی شاپه. اینم برادرش. این دوتا هم مادر رفتن، یعنی مادرشون طلاق گرفته و اونا شب تا صبح تو گروه خوش رقصی میکنن تا کاروبار آخر هفته بابای رونقی بگیره. کی میگه تو این دور و زمان درک متقابل بین نسل وجود نداره؟ به طور متوسط 20,000 کشته تو سال، که اگه یه پنجمشون هم بچه داشته باشن میشه 4,000 تا بچه بی پدر مادر تو سال. ببینید باورتون میشه؟ من فکر نمیکنم تو جنگای داخلی هم هیچ کشوری اینقدر کشته و تلفات داده باشه. هنوز جاگیر نشده بودیم که یه دختر رو دیدیم با یه سری عکسای ناجور که میچرخید و نشون همه میداد. عکسشو تو کاربرا دیده بودم، تو گروه فرعی تصادفیا بود. پدر و مادرش با یه تصادف وحشتناک هر دو مرده بودن و اونم داشت آمار بالای کشته‌های تصادفا رو میگفت. می‌خوایم به انجمنم کمک کنیم؟ وقتی آمارشو شنیدم مخم سوت کشید. ببین کار انجمن خیلی. اون تصمیم داشت یه انجمن تشکیل بده. برای عضو شدن باید حق عضویت می‌دادیم که من با این قسمتش اصلا میونه خوبی نداشتم. به خاطر همین زیاد دمخورش نشدم. نیم ساعتی بیشتر نگذشته بود که احساس کردم یه خبراییه. چون کاوه که از ورودمون هیچ محلی به مسعود نداده بود، حالا بد جوری مخشو کار گرفته بود. فنواری دخترم اینقدر تابلو بود که صدای ساب کافی شاپ هم در اومد. با دیدن حال اون دختر که بعدم فهمیدم اسمش ماندانست و مسعود که داشت یه جوری نگاه میکرد، فهمیدم دارم گرفتار یه داستانی میشم که به من هیچ ربطی نداشت. اون به من هیچ ربطی نداره. آره ربطش به اینه. بعد یه شب کلی کاسب شیم من یه بسته شنده بقیش میذارم تو جیبم. دختر مایه داره، پدر مادرش خرپور بودن، تصادف مردن، همیشه رسته بی موبایل تو دست شدی؟ کافی شاپ همه میخه موبایلش بده. آقا من این کاره نیستم، نمیفهمی؟ آقا مگه من میگم این کاره ای؟ مگه من اصلا این کارم؟
تو من اینه گفتی همسایتون جنسه شوره. خب کاری نداره دیگه، بعدم این ساقی خودش تلفنش جواب نمیده، وگرنه نمیاد به من تو بگی که مردسه. من اصلا با یارو سلام علیکم ندارم. مگه من میگم برو باش روبوسی کن، پول بهش نشون بده، خودش میفهمه دیگه اسکول بازیه چیه در میاری. بعدم این دختره الان حالش خیلی خرابه، کارش استپ بیس. کجا بیس آقا جون؟ تو بیس هم نمیدونی چیه؟ کوکائین بیس. یعنی تا دو ساعت دیگه بهش نرسه بعد ببرنش بیمارستان. از اونم خودش هر کی همشه میفرستن دادسرا. واسه پولش چی گناه داره بنده خدا؟ اه. کجا باید برم؟ شما همینو برو پایین، فعلا من بهت میگم. دختره انقدر حالش بد بود که نمیتونست رانندگی کنه، برای همین ماشینشو داده بود دست کابه. چند سال پیش که کلاس آواز میرفتم، استادم میگفت که بخواد صداتون باشه من داد بزنین. ماندانا جون من الان حرف نزن. باشه. چقدر طولانی شد؟ خیلی راحت اونجا؟ اون دخترم بود، شکوفه. احتمالا برای چاپ بروشورای انجمن خیالیش همین دختر پول داره رو تیغ میزد. شب با سد دو اینا بود دارم توی کسی با تو بانه خلوت سرم از پنجره آوردم بیرون، هرچی دلم خواست آدم. شانس آوردیم داد نزد، چون وسط ترافیک گیر افتاده بود. دست درد نکن. گرفتی؟ دمت گرم. چه من میدیم؟ آه نمیخوای بری؟ را بیافتم؟ یه دقیقه وایسا. خلاف سنگین ها. آقا برو بابا، برو، ما اینجا آبرو داریم به خدا. بچه شیر بره اینجا دماغشون رو نمیتونن بکشن بالا، پایپ میذارن تو کیفشون. دم خونه بودم آقا، میتونستم باشون منم که ای کاش دوباره سوار نمیشدم. ولی مسعود میخواست موتورشو برداره، منم بدم نمیمد بعد از این چیزایی که دیدم یه بادی به مخم بخوره. قربون دست دایی، برات زحمتی نیست ما رو جلو همون کافی شاپ بذار دیگه. نه تو رو خدا، یه چایی دیگه مهمون باش. والا واسه جنس 300 تومنی 500 تومن گرفته، 2000 پول آژانس نمیده. حقش بود ازت نمیگرفم، همه رو خرج نشکش میکردی. نش خودتی ها، درست حرف بزن. ماندانا برو. نو تا دو ساعت پیش نفسش در نمیمد، حالا چه زبونی باگه. حالا مانه رو گشنت نی؟ تو چی شکو؟ اسم تو شکوه؟ شکوفه. حالا هرچ اسم خود چیه؟ چون تو؟ من؟ سرورت مسعود. نه مسعود نمیتونست بی خیال ساندویج مجانی بشه. ماندنم هفته دیگه یه پارتی دعوتی. کجا؟ پادگان. ای بابا یادمون نندازین دیگه، احوالمون گمرغ شد. یه ساندویچ میخوریم ها، اسمش نگا. یه گود بای پارتی حسابی باید بگیری ها. آره با دو سال عمر شیرینه دا خدافزی کن. گود بای پارتی هم داره دیگه. یعنی اینقدر بده؟ درس میخوندی میرفتی دانشگاه؟ داشت میخوندی که دولتی جای ما نیست، آزادم که پولش نداری میخوندی دلت خوشه. ولی باحال میشد تو خواهر میرفتن سربازی ها. عالی میشد. موقع من حاضر بودم تو آخر عمرم سرباز بشم. ای تو هم باید بری؟ من رفتم. تو رفتی؟ شانس او معاف شده. من رفتم. میگم یک کچل پارتی واسه شون هم بندازین چطوره؟ قشنگ میشی. گرفتم. آیا همسایه 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 جنساش مشتیه. من که پایم. مامت ته میزنم.
فرماشات کلفوریه. خفش زر نزن ها. این کاره نیست خب. شرط می‌بندم. شرط می‌بندی؟ آقا پای باشه. ای نزدی موبایل تو باید بدی به من. خوب زبلی. شرط می‌بندیه دیگه خودت گفتی. آقا شما اصلا می‌دونین مارک موبایل این خانم چیه؟ آره بابا می‌دونم. این آنجلینا جولی هم اصلا اینا داره دیگه. پس می‌دونی. بلد. اصلا موبایل نخواستی. شمارش که میتونی بدی؟ شمارش بده. چه زود پس خاله میشی؟ با شماره کفشت رو بده. شماره اینه که بابا بزرگ. مزه. تو شماره من بده من بهت زنگ میزنم. چیکار داری؟ امتحان کنیم دیگه. شماره ملی تماشا الو. نه. خوشت اومد. به تو شماره تو بده. لودگی مسعود کار دستم بود. شماره موبایلم بهت میدم. فقط یه شرط دارم. هر شرطی بگی قبول. هر شرطی. هر شرطی دیگه. شکوفه بیا غزل بیا شرط چی؟ شما دور وایسه کابه بیا شما عقب شر رو بکن غلام اون ادبیاتت هم نامرد تو هم رفت قاطی دختره دیگه نمیخوای بریم؟ میریم سب داشته باش نه خب، حاضری؟ بابا بیخیال چین؟ به همین زودی جا زدی؟ جا زدی چیه؟ این چه شرطی آخه؟ همینه دیگه، هر که را طاووس خواهد جور هندوستان کشد طاووس؟ این بیشتر شبیه ببر بنگاله همونجا خب، آقای همه فن حریف این همه خونه یکی گفتم خونه دوستامه خیلی هم بعضشون خوبه ببین هیچ که تو این خونه زندگی نمیکنه فعلا همشون رفتن شما خوب که خوب مگه نگفتی هر شرطی رفتی تو این خونه شماره موبایلم بهت میدم شماره موبایل تو زندون به چه دردم میخوره زندون کدومه میگم هیچ که تو این خونه نیست لابد سر اون نیزه هم میخوام به سیخ بکشینم بهم بخندین ها همون نرده یه گربه رو داره البته که جرأتشو داشته باشی. حالا نمیشه یه کار بی درد سرتر بکنیم؟ بگو میترسم دیگه. میترسم. من میترسم. آقا من میترسم. حله؟ یعنی نمیری. نه که نمیره. اصلا کی با تو حرف زد؟ خرمگس معرکه. نرو به جهنم. من میخواستم حالی که داده بودین رو جبران کنم. آقا بریم. یه دقیقه وایسا. ببین هر چی از این خونه برداری دست کم 7 8 میلیون پولشه. آ؟ چی میگی؟ ماندنم بسه دیگه قد اصرار نکن کابه از همون اول با این بازی موافق نبود ولی اون 7-8 میلیون بد جوری گوشای مسعود مخملی کرده بود زده به سرت هرچی برداشتم مال خودم دیگه هرچی برداشتی مال خودت اگرم خواسته میتونی تریپ فردین بازی در بیاری نصفشم بدی به این رفیقت بنتل شماره تو بده یه میز بندازم نه اون که چیه رو کاغذ نیست موبایلم خراب زکی بیا چیکارش کنم برو یه رو باش حال کن من همچین قیافه هم ندارم بیا این هم دست تو باشه دیگه تو هم برو باش یه رو بال کن این چیه مارک سی دبلیو سی هم مواظبش باشی از اون برای آب من این که کار نمیکنه که آره خب این میدونی چون افته چای مسترا مسترا عمومی یا خصوصی کدومش داری؟ نه مسترا که خصوصیه ولی توی گاراژ عمومیه ای چندشا
خب بهیم رو بخنی دیدی رفیقه چجوری رفت سر کار؟ سر کار؟ چجوری؟ اوه کسی تو این خونه زندگی نمی کنه که همشون اسباب کشی کردن رفتن. اسباب کشی کردن؟ بله اسباب کشی کردن رفتن، خونه خالیه. زدم بچه، زدم رکورد، زدم رکورد خودم رو زدم، 1,850,000 تا. گوشتو بده یه زنگ بزنم. شارژ ندارم که. ای بابا تو کی شارژ ده؟ گوشتو بده قصد. کمک نمیخواد؟ خیلی بامزه این. بده من. ببین تعارف نکنی، همه جا حسابی بگرد. هرچی خوردنی مردنی هم پیدا کرد همش مال خودت. آقا این بعد استاتوس شه 1,000 تا لایک بده. بذار یه عکس بگیرم نم بزنی کنارش. بیا شکو جان دوتایی بگیر دیگه. بیا هزن خب این عکس هم برات میفرستم داشته باشی. شما نمیخندی؟ آقا این رفیقت بد تمام کرده. گیریم از بابا نمیخوایی جواب بدی؟ نه سودابه دیگه کنون خریه. ایه دوستم دیگه. آقا یه کاری کن، یه زنگ بهش بزن. گوشی تو بده غزل. ای بابا جواب نمیده که. دوباره بگیر. آقا یه دقیقه بزنم پایین میرم چیکار میکنم. یه دقیقه. آقا کجا بریم؟ آقا ببینیم چه خبر دیگه، همینجوری بشینیم اینجا؟ الان نمیشه کارو کرد آقا، بشین. شما بگیر دوباره تلفن. بچا بریم پایین. کردم اگه مسعود گیر بیفته باید چیکار کنیم. بعد جوری دلم شور میزد. چی بود رفت خونه؟ از ما میپرسی؟ یه زنگ بهش بزن دوباره. من نزن، شاید اصلا مسعود رو نبینه. راست میگه، خب اگه حرف زنه مرد صداشو بشنه. بعد جوری ترسیده بودیم. آه بسه دیگه. یه بار از اول تعریف کن ببینم چی شده. بدبخت شدم رفت. شما هی زنگ نمیزدی منو نمیدی. دقیقا جلو در واسطه بود. گیر افتاده بودم، ترسیده بودم، نمیدونستم چیکار کنم. کی اونجاست؟
خب شاید بیهوش شده، خون از سرش اومد. دو با خون خوبه، میگن خون خوبه اینجور وقتا ها. من دلا بچه یه دقیقه صبر کنی فکر کنی ببینیم چی کار باید بکنی. کجا؟ سر قبر بابا. یه دقیقه بکنه بزنم پیادشم بابا، خون خوبه. زنگ بزنیم 110. 110؟ آره از یه تلفن عمومی زنگ میزنیم 110، آدرس خونه رو بهشون میدیم. یارو حد مسترش گیج رفته بیهوش شده دیگه، اونا میرن تو خونه اگه ببینن خیلی حالش بده میبرنش بیمارستان. آره آره فکر بدی نیست. کی با پلیس حرف بزنه؟ من؟ نه خودم، خودم حرف میزنم. شوخی بیمزه کار من بود، ولی به خدا باور کنی نمیدونستم قراره یکی اون وقت شب بره تو خونه. دل خوشی ازش نداشتم، ولی این تیکر خوب اومد. معلوم بود یه هوا معرفت تو وجودش هست. ببین من دونا تو پیشنهاد دادی، همه ما هم قبول کردیم، همه تقصیر نبا بنز کردن خودت، فقط باید دنبال تلفن عمومی بگردیم. بچه تو رو خدا زود باشی در کاری میکنی. نیست. چی شده؟ موبایل نیست. یعنی چی؟ موبایل این دختره نیست. باید همون فکر کنم کجا گذاشتیش؟ کی گذاشتی تو جیبت؟ همون موقع که خوشمزگیتون گل کرده بود ایش زنگ میزدی؟ چی شده؟ گم کرده موبایلو. گم کرده؟ باید اقا تمرکز کنم کجا گذاشتی؟ نیست بچه هم، یه آژانس همین پشته، من خودم میرم دیرم شد. نه افتاده تو خونه دیگه. بابا فکر کن ببین چیکارش کردی. خب اگه افتاده باشه تو خونه که نمیتونیم زنگ بزنیم 110. 110؟ من میخواستیم زنگ بزنیم 110. بابا گفتیم زنگ میزنیم 110، مامورا ببینن تو خونه یار طوری شده باشه میبرنش بیمارستان جایی. ببین خودمون میریم. چی میگی تو؟ بابا خودمون میریم تو خونه، هم از حال یارو با خبر میشیم هم موبایل برمیداریم دیگه. معلومه انو نشه یا اگه یه بار دیگه به من گفتی نشه نگو که پسر دستمو دارم. ماندنا مسعود یه دقیقه باشی صدا بی من چی دارم بهت میگم؟ صدا تو بیاد پایین. داش من نه شما رو دیدم نه با شما کار دارم، خودتو غلطی میخوای بکنی. ببین ما هممون با هم بودیم، یه مشکلی پیش اومده، خب حالا با هم حلش میکنیم دیگه. خودتون حلش کنیم. پیروز بیا بیا بریم دیگه واسطه. من این بچه ها رو نمیشناختم، اولین باری بود که میدیدمشون. چرا باید با اونا میموندم؟ چیکار کنیم؟ من میگم برگردیم جلوی خونه. میخوای از رو دیوار بری؟ نمیگم شاید بهوش اومده باشه. خب بهتر نیست اول در بزنم؟ آره خب ضرر که نداره. شکوفه است، گفتم سوار ماشین شدی یه اسمس بزن. وای چه خوب شد اون رفت، داشت سکته میکرد از ترس. وای یا خدا. سلام. سلام، مشکلی پیش اومده؟ نه. منزلتون تو همین خیابونه؟ نه من گوشی مانتن نمیداد، به دوستم گفتم یه جا نگه دار من یه زنگ بزنم. بعد شما چه نسبتی داریم با هم؟ ایشون خانم من هستن، ایشون هم دوستش. شما یه لحظه از ماشین پیاده شو لطفا. خسته نباشید. شما خسته نباشید. مدرک شناسایی؟ بله ببخشید شناسنامه رو بده. ببخشید. خواهش میکنم راحت باشید. بفرم. جالبه شما همیشه شناسنامه همراهتونه؟ نه ما همین امروز صبح اقدام کردیم برای یه گذرنامه، بعد دیگه مونده تو کیف خانومم. عجب، بعد انشالله
کجا تشمی میبریم به سلامتی جناب آقای نجم؟ بلن که هیچی دیگه، میگم حالا تا ببینیم چی پیش میاد. بفرم شما چی خانم؟ ماشین مال خودتونه؟ بله. کارت ماشین گواهی نامه؟ شما میتونی سوار شید. بفرمین. شبتون بخیر. بریم؟ بله بله بفرمین. مراقب باشید. ماندانه امشب میاد خونه تو؟ آره که حالم خوب نیست، نمیخوام تنها باشم. نظر بکشه دیگه، برای امشبش بس. گفتم میخوام ترک کنم. کامل جان، کم نکنه واقعا بلای سر یار اومده باشه. کاش حرف ماندانا رو گوش میده. نه بابا، اگه اینجوری بود که الان هممون گوش کردن تری بودیم. الان هم دیگه نمیشه کاری کرد. فقط باید دعا کنیم به هوش اومده باشه، حالش خوب باشه. خوابه پس بیا فردا دنبالمون بریم دم خونه یه سر و گوشی آب بدیم ببینیم چه خبر. باشه حتما. ببخشید درد سر شد برات؟ نه نه بابا، خب هرچی بشه برای جفتمون میشه. بیا موازه بشه دارو باشه. غزل به بابات یه زنگ بزن. حالا بزن. یه گوسفند نصر کردم. او نمیدونستم اهل این حرفا هم هستی. بابام بود، وقتی ماشین رو برام خرید یه گوسفند کشت. گفت بلا رو از تو این ماشین دور بکن. آشغال‌ها رو دو شبه نذاشتم بیرون. الان خدا میدونه خونه چه بویی گرفته. وای ها، ترسوندی ما رو. دو روز ازت بی‌خبریم، تلفن رو جواب نمیدی، نگران شدم. نگرانی نداره، مگه کاوه به تو نگفت الان خوبه؟ برو تو ماندنم. سلام، ببخش. شما ببخشید، من مشتاق هستم. پدر غزل، معرفی نمی کنی؟ ببخشید حواسم نبود. دوستم ماندانا. شما خوبید؟ بود. خب میایین تو؟ اینجا یه خورده به هم ریخته است. بفرمایید. سبت نکش، من نمیمونم. دیر وقت، ساعت از دو گذشته. افسانه هم زنگ زد، بیدار تو هم برم. اونم نگرانت بود. چرا نگران؟ هر جا هستم با کاوم دیگه. ماندانا چرا بایستادی؟ بشی. ما امروز رفتیم برای تعویض گذرنامه. غزل، تو قراره یکی دو ماه آینده خانواده تشکیل بدی. بهتر نیست یه خورده تمرین آشپزی خونه داری بکنی؟ بابا، ما تا 20 روز دیگه گذرنامه‌مونو میگیریم. باشه، یه وقت دیگه در موردش حرف میزنیم. حتما دوستت هم خسته است. افسانه و بچه هم خیلی دلتنگت شده. فردا شب شام منتظرتونم. به کاوه هم بگو. بابا، به یه شرط میام. این که شناسنامه ما به هم بدی. من که دارم میرم پایین، زباله هارم بده ببرم.
میگفتی با بابات زیاد دعوت میشه. همیشه همینجوری دعوا میکنی؟ ببینم این قضیه گذرنامه‌تون راسته؟ آره. فقط امیدوارم به کاوه گیری ندن گذرنامه رو صادر کنن. یعنی واقعا میخواییم بریم؟ خب تو که هنوز شناسنامه آمریکایی تو از بابات نگرفتی. بالاخره مجبور شناسنامه به هم بده دیگه. ببینم یه سوال. تو گفتی که بابات وقتی که تو یه سالت بوده با مامانت سر ماجرای ایران اومدنشون دعواشون میشه و تو رو برمیداره میاد ایران، ها؟ خب. خب مامانت اگه میخواست میتونست تو رو نگه داره. مگه تو اون موقع شیرخواره نبودی؟ وقتی رفتم آمریکا و پیداش کردم از خودش میپرسم. بابا میگه هر دو دانشجو بودن. شاید وضع مالیش خوب نبوده. یعنی از اون موقع تا حالا تو هیچ خبری ازش نداری؟ نه. بابام هیچ آدرسی بهش نداده. دو سه سال اول رابطه یه طرفه بوده، فقط بابام بهش زنگ میزده. بعدش هم که دیگه آدرسشو عوض میکنه هیچ خبری ازش نداشت. اونم حقوق میخونه. شاید مثل بابام وکیلی چیزی شده باشه. قرصادم بعد از این میخوره. ببینم یعنی تو واقعا فکر میکنی تو اون آمریکای با اون گندگی میتونی پیداش کنی؟ اسمش سکیورتی نامبرش تو شناسنامه هم هست. خوشگله نه؟ کی؟ مامانم. آره خوشگله. حالت رفتیم یه آپارتمان تو کوچه حسین نژاد دیدیم، پشت پارک. با مالک قرار گذاشتیم فردا صبح ساعت 10 بنگاه فرزادی. همش تو فکر اون بنده خدایی بودم که معلوم نبود چه بلایی سرش اومده. خوردم دهنم چوب شده. بابا از موبایل تو دارم به من زنگ میزنن. میدونستم اگه بخوابم نمیتونم به موقع بیدار شم. به خیال خودم صبح اول وقت از خونه زدم بیرون. پلیس ها از من سرخیستر بودن. تو کار رفتن چه بس آی دورتی. الو مسعود، الو چی میگی تو؟ بلندتر حرف بزن. حاضرم شرط ببندم مسعود وقتی خبرشنی داشت اون سر بیخاصیتش دنبال یه قبرستونی میگشت که توش خودش رو گم و گور کنه. بابا کری نمیشنوی؟ میگم زودتر باید بکشون خبر بدیم. یه تلفنی چیزی ازشون نداری؟ وقتی پای شماره تلفنی یه دختر در میون باشه تمام سلولای خاکستری مغز مسعود دست به دست هم میدن تا اون شماره از یادش نره. چند؟ 200 چند؟
تلفنم به موقع بود، چون فقط دو سه تا خیابون با خونه دوست مادرم فاصله داشتن. چی گفت مسعود؟ گفت نمیام. نمیاد؟ غلط کرده که نمیاد. پایون بیشتر از همه اینا دیگه. بابا تو حواست درانندگیت باشه، بگی شمارشون. تفلیا رنگشون پریده بود. خودم دست کمی از اونا نداشتم وقتی کاوه بهم گفت از تلفن ماندانا با غزل تماس گرفتن. چرا تلفن زنگ زدن جوابشون رو ندادی؟ اینجوری بیشتر شک میکنم. بردم چی بگی؟ یه حرفی میزنی. گفتم شنونم. موبایل ما رو دیشب دزدیدن. فکر بدی هم نیستا. الو؟ سلام علیکم. ببخشید من میتونم با آقا مسعود صحبت کنم؟ بله. آقا این یه رو به پیش از خونه زدی بیرون. مسعود عمرم بزن. ببین کافه پیروز حرف خوبی میزنه. میگه الان موبایل حتما دست ماموراست. خب ما به مامورا میگیم موبایل ماندانا دیشب ازش دزدیدن. خب این بدبخت دیگه نمیدونه با موبایلش چیکار کردن و کجا رفتن دیگه. نه برادر بابا جوابش میگن چی میگه دیگه؟ بده هر کی داره یه چیزی میگه. بذار حرفمون رو یکی کنیم بعد. راست میگه. یه داستانی سر هم کردیم. دیروز وقتی ماندانا و غزل و کاوه از کافی شاپ بیرون میان، یه موتوری کوله ماندانا رو میزنه و فرار میکنه. اگرم لازم شد کسی شهادت بده، من اونجا بودم، صحنه رو دیدم. ببین گوشی رو دزدیدی نوش جونه. اون موبایل خودش 7-8 میلیون میارزه. تو کیفم هرچی برداشتی واسه خودت. تو فقط سیم کارتو به ما پس بده. خاموشا. بله. چرا تلفن رو جواب نمیدی خانم؟ اسم من از کجا میدونه؟ خب از تو. الو. الو. پلیس میتونه نگه. پلیس هر شما تلفن میتونه اسمی رو در جواب بده. جواب بده. بله. عرض کردم چرا تلفنتون رو به شما هیچ ربطی نداره. سیم کارتو میدی یا بسوزونیمش. دوستم کلی شما رو تو سیف کرده، لازمشون داره. اصلا بهتر نیست من با شوهرتون صحبت کنم؟ شوهر؟ بله شوهرت. آقای نه اینطوری که صدا میپیچه انگار رو آیفون گذاشته مونم داره میشنوه. آقای نه آقای نه بله سلام آقای نه بفرمایید. نشناختی؟ روبروی پلاک 18 آ جالبه. شما همیشه شناسنامه همراهتونه؟ نه ما امروز صبح اقدام کردیم برای گذرنامه. شما به ما چی میگین؟ به اسمایی ما گذاشته مزاهم گشتاپو آرشناخت میگین؟ بله. چه بله سر این بدبخت آقا جنان نه بچه ناکارش کردیم. باشه من اصلا متوجه منظورتون نمیشم. خوبم میفهمم. ببینم اصلا خودتون نپرسیدین این موبایل دست من دوستم چیکار میکنن؟ دوستتون؟ بله همکارم، همون که کارت شناسایی شما رو گرفت. من اون موتور نشسته بودم. بعد کجا انشالله به سلامتی جناب آقای نجم؟ ما همون شب به شما شک کرده بودیم و راستش فکر نمیکردیم قضیه اینقدر جدی باشه. گفتیم نهایت قضیه منکراتیه. ماموره برای کاوه تعریف کرد وقتی بچه ها از خونه فاصله میگیرن اونا از تو حیات صدای ناله میشنون. وقتی میرن تو خونه کارگره رو پیدا میکنن که کنار دوچرخش افتاده بوده. تو فاصله که ماموره دیگه پلیس و آمبولانس رو خبر میکنه اونم تو خونه موبایل ماندانا رو پیدا میکنه و متوجه میشه آخرین بار 1 ساعت پیش از تلفن غزل با این موبایل تماس گرفته شده. وقتی عکس زن تو رو صفحه موبایل به دوستم نشون دادم فهمیدم بعد جوری تو درد سر افتادی. چون یارو تو راه بیمارستان تموم کرد. اگه نیم ساعت زودتر رسیده بودیم بالا سرش زنده میمون. آقای نه متوجه این؟ تو خونه تا پیداش کنم. حالی چون؟ گفتم حالی چون؟
آقا میگم موبایل از ما دزدیدن. من فرندیا تو بده احمد سرم کن، نمیخوام بدونم تو اون خونه چی کار کردی، نمیخوام بدونم برای چون بدبخت و بود. ببین خونه تا فردا زور دست مامورای آگاهی، یعنی اینکه من تا فردا زور وقت دارم موبایل رو برگردونم تو خونه. میفهمی یعنی چی؟ نه. یعنی اینکه شما تا فردا صبح وقت دارین 100 میلیون تومان برسونین دست من، منم بی خیال همه چیز میشم، موبایلم بهتون پس میدم. نگی نداریم، چون صاحب این موبایل 7-8 میلیونی یه ماشین سواره که بیشتر 200 میلیون میارزه. 2 دقیقه وقت دارین فکر کنیم. آقا این ما ستا رو با هم دیده تو ماشین، فکر کرده ما یارو رو کشتیم. خب میخوان موبایل رو برن بدن به مامورا، برن بدن بعد میان سراغ ما، ما هم این داستان رو براشون تعریف میکنیم. آخه قرار نیست که به خاطر یه شوخی محکوم بشیم که. بقیهش هم پای مسعوده. مرد حسابی که نامردیه. نامردیه؟ این حقیقته. یه نفر رو کشته باید وایسته باشه، بقیه هم هر کی به سهم خودش. تو هم جای مسعود بودی همینجوری سهم رو تقسیم کردی؟ من جای مسعود نیستم، من که از دیوار مردم نمیرم بالا که. اون رفیقت بود تا چشمش به پول افتاد دیوار راست رفت بالا. بابا یه نفر مرده، اگه بیان دنبالم پای هممون گیر. ببین خوب گوش بده ببین چی میگم. اون موبایلی که الان تو دستای تو مال من و معتادم. من آدم کشتم، به مواد احتیاج داشتم، جنس میخواستم، اون آدمه به بهونه اینکه میخواد با من جنس بفروشه منو برد تو اون خونه. برای شهر میگم، برای شهر. الانم هر کاری دلت میخواد برو بکن. گوش کن آقا جون، این خانم حالش خوب نیست، اصلا نمیفهمی چی داره میگه. تو دیگه کی هستی؟ من دوستشم. یکی آدم کش 100 نفر دور خودش جمع کرده. آقا تو پول میخوای، ما پولتو میدیم دیگه. من تو رو نمیشناسم. گوشو بده به همون نجم. گوشو بده همون نجم با تو پانه. بله بهت گفتم به من مربوط نیست اونجا چه غلطی کردیم. پولو میدین موبایلو پس میگیرین، آره یا نه؟ باش. همیشه نمیشه از ظاهر آدمو قضاوت کرد. مردایی که کلی ادعای مردونگی دارن حاضر نبودن اینطوری همه تقصیرها رو گردن بگیرن، اما این دختر بذر اون قرصه رو مسیبت بخوری یادت نره. بچه ها کجا رفتن؟ بابا رفتم این نمایش کنیم بقل پون بنزین، بزنم باش رفت که یه زن موجه تر باشه. مثلا دلم میخواد برم یه جای خودم رو گمگور کنم. تا دیشب به زندگی خودم گند زدم، از دیشب معلوم نیست به زندگی چند نفر دیگه. برای چی به زندگی خود گند زدی؟ فضول بردن جهنم. میدونی چی گفت؟ چی گفت؟ گفت پیروزش کجاست.
خیلی سرک بکشی تو زندگی مردم؟ عکس کی بود؟ چه جوری تونستی این داستان رو سرهم کنی؟ چه داستانی؟ همین که برای این یارو مأموره تعریف کردی که اون یارو رو تو کشتی. خودش تعریف میکردی قیافت یه جوری شده بود، انگار واقعا اون کارو کردی. فکر نمیکنم اونقدر نشونه گیریم خوب باشه که صاف بزنم تو هدف. من نمیدونم کاوه میدونم چی شد؟ هیچی میفهم، پول لازمی میزنن تو سر مال دیگه. این بونگا یه آشنا نیست. بونگا نیست، دلاله. دلالم آشنا غیر آشنا نداره که. اصلا مگه ما الان میتونیم ماشینو به غیر آشنا بفروشیم؟ آقا اونی که من دیدم 1000 تومن رشوه میگیره. قبول میکنه، 80 تومن قبول میکنه. تازه پول گوشی هم هست. راست میگه. چی رو راست میگه آقا؟ گوشی مدرک، مگه ما میتونیم بزنیم پیش اونا بمونه؟ بابا راست میگه، اصلا این به 80 میلیون هم راضی میشه. باور کنم کمترش هم راضی میشه. سرش هم زیاد. اصلا اومدی اون پولو گرفتی که زد زیر همه چی. مگه میتونه بزنه زیرش؟ پولو بگیره گوشی رو نده، این هم عیار نشونی داریم ما میریم لو میدیمش. ماندنا کارشناسی تمراته؟ آره. کارت ماشینم که اینجا سند کجاست؟ سند ماشین دیگه. وقتی کارت ماشین به اسمته یعنی سندم باید باشه دیگه. من سند ندارم. یعنی چی ندارم؟ یعنی دارم ولی دستم نیست. کجاست؟ نمیدونم. یعنی چی نمیدونم ماندانا؟ آقا برو به این بونگایی رفیقت بگو این بدون سند میتونه ماشینه برای اون آب تابون. اونجوری نصف قیمت هم نمیخرن دیگه. آره دستمال بده. چه پشت دستمال بده. بیا. خوبی؟ چرا حالش خیلی خراب. من بدونم سند کجاست. کجاست؟ خونم. خونه تو؟ همون خونه که توش به دنیا آمد. یک سال پاشو تو این خونه نذاشه از وقتی مام باباش فوت کردن. بابات سخت خدایی جان. چرا اومد؟ نمیتونم. میخوای با هم بریم تو؟ نمیتونم پاهم بذارم تو این خونه. چیزی چرا اینجوری نگاه میکنی؟ تو برو. کجا؟ تو خونه دیگه. من؟ اینقدر سنگ دوستتا به سینه میزنی نمیخوای بهش کمک کنی؟ خب منم خونه شما چی کار؟ من اصلا نمیدونم سند کجاست که. تو برو، من تلفنی بهت میگم کجاست. قربونت دیگه، هرچی خونه مردم رفتیم بس. ببینم نکنه دوست داری رفیقت بیافته زندان. چرا کاوه نره؟
برای اینکه تو عادت داری سرک میکشی تو زندگی مردم. خب حالا چیکار کنم؟ برو پشت ساختمون. پیروز این دره کجاست؟ اون پشت قفله. بابا دیدی که یک کلید بیشتر نداشتم، بقیه دره اینجا همه قفله. باید بری از دره استخ بریم. پیروز من الان پشت ساختمونم، یه ماشینم اون تو پارکه. همین راه برو جلو. اینجا در بوی راه پله. چیکار کنم؟ از این در برو. پیروز نترسون، سگو به زنجیر بستن، کاری به کارت نداره. پیروز چیزی نیست. بزن رو اسپیکر تلفنو. چی میگی تو؟ میگم بزن رو اسپیکر تلفنو. برو نزدیکم. بشین. کی بابا من یه وایس اگه. هانس بشین. آروم باش پسر. آب باری کلا پسر خوب. آروم باش. ببین این رفیقمه. کاری به کارش نداشته باش. دلم برای تنگ شده بسن. حالا برگرد برو بشین سر جا. آفری بسن. ای تو نگفتی یه سال هیچ که توی خونه زندگی نمی کنه؟ دایین برای اینکه دوز نهید این سگو بسته اینجا. چرا من نگفتی اینجاست؟ پیروز اگه میگفتم میرفتی؟ بابا این که اینجا سر راه خوابیده. اون سگ دیگه کاری به تو نداره. یعنی مرد آزارترین دختر جهانی. از کنار استخ مستقیم برو. رفتی؟ آره بابا دارم میرم. انتهای زیرزمین یه دره. دیدم. یه راه پله است. از اون راه پله برو بالا. آهای در اینجاست. قفله. وسط راه پله چی میبینی؟ دو تا پنجره. دو پنجره باید یک کلید باشه. برو جلوتر. اومدی؟ بیا تو، بیا ببین میتونی پیداش کنی؟ آه کثافت افتاد. حواست باشه پا تو نذاری روش بشکنیش. درست مال چشم راستم هم بود. اگه پیداش نکنم اصلا نمیتونم ببینم. از پارکینگ اومدی انتر؟ لابد به یاد گذشته ها. آره چرا وایسادی؟ چرا خوشگه زده؟ تو کی هستی؟ داری منو میترسونی؟ منم ترسیده بودم.
کجایی؟ برو جلوتر پیروز، میخوام خوب صدا رو بشنو، میخوام خوب بدونه که چرا دیگه حاضر نیستم ریختشو بدونه. ماندلا مادر، من دختر تو نیستم. مادر، مادر، همه چیزم ازم گرفتی. باز شروع نکن، خودت هم بهتر میدونی که من دلم نمیخواست به اون سفر جهنمی برم. جهنم اصلی تویی، تویی که با کثافتکاریت نذاشتی بابام سرشو بالا بگیره، تویی که با کثافتکاریت گند زدی به زندگی من و بابام. بابام اون سفر رو رفت برای اینکه تو رو بکشه، الان هم تو برای من مردی. کاش مرده بودم، منم چشمو دارم. زندگی کردن توی این تاریکی تقاس کمیه. تقاس در مقابل چی؟ کشتن بابام یا ناموز من؟ چی؟ مثل اینکه یادت رفته. اگه یادت رفته خوب گوش بده، چون دوباره میخوام بهت یادآوری کنم. اون تو بودی که این راه مخفی رو نشون دادی، به اون رفیقای کثافت تو راه مخفی رو نشون دادی، راهی که میرسید به اون اتاقی که همیشه درش قفل بود مگر زمانی که من خواب بودم و تو منتظر. آره، خب خوب یادت بندازم، یکی از همون شبایی که معلوم نبود تو کدوم کثافت خونه قلب میزدی، یکی از دوستات اومد خونه، خیلی تعجب نکرد وقتی دید نیستی، چون وقتی مادر نیست دختر که هست. تو اون راهو نشونش دادی مادر، تو اون راهو نشونش دادی. میخوام اونو ببینم. ماندلا کجاست؟ گفتم کجاست؟ هر جا باشه از اینجا بهتره. سلام آقای ماشتا. میبخشی این وقت صبح مزاحمت شدم، باید میدیدم. خواهش میکنم، تشریف میاریم بالا؟ آره اگه زحمتی نیست. چیزی شده؟ دیشب وقتی چند بار زنگ زدم به غزل رو جواب اون نداد، رفتم خونش، تصمیم گرفتم بمونم تا بیاد، فرصت خوبی بود برای فکر کردن. فکر کردن به رابطه پدر و دختری که روز به روز داره سردتر میشه. خب شما که خودتون بهتر میدونین چرا. مثل اینکه شما تصمیمتون برای رفتن جدی ها؟ بله آقای مشتاق. پس به اینا احتیاج دارین. اینکه من کم کم داشت باورم میشد شناسنامه غزل پیش مادرش مونده،
خب اگه غزل بدونه چرا خودتون بهش نمیگید؟ آقای مشتاق، من فکر میکنم یه قضیه در مورد مادر غزل وجود داره که شما به من نمیگین. غزل اصلا مادر نداره. نداره؟ داستانش کوتاهه. من وقتی پام رسید به امریکا بیشتر از 3 ماه به ام ویزا ندادن. مطمئن ترین راه برای گرفتن گرین کارت ازدواج با زن امریکایی بود. زنهای اونجا هستن که با گرفتن پول تا زمانی که اقامت درست بشه با مهاجرین ازدواج میکنن. من با زنی ازدواج کردم که 15 سال از خودم بزرگتر بود. اون حامله شد. من مخالف سخت بودم و اینطور شد که غزل به دنیا آمد. به خاطر غزل حاضر بودم بقیه عمرم رو با اون زن زندگی بکنم، ولی قبول نکرد. طلاق گرفت و رفت سراغ مشتری دیگه. آخرین خبری که ازش دارم مربوط به 5 سال پیشه که توی بیمارستان توی شهر کوچکی ایالت کانزاس بر اثر سرطان ریه مرد. این بود داستان به دنیا آمدن غزل. اونقدر کوتاه که تو فاصله اومدن دم در میشه برای نفر تعریفش کرد. بر من 20 ساله که نتونستم اون قصه رو برای دخترم بگم. یعنی ترجیح دادم یه داستان دیگه براش تعریف کنم. میدونی چرا؟ چون خیلی سخته. دلیل به دنیا آمدن آدم ویزای اقامت پدر و نیاز مالی مادر باشه. یه عکس هست. یه عکس از مادرشون. چی؟ اون عکس چی نیست؟ جز عکس دوتا دانشجو که توی پارتی شرکت کردن و کنار هم ایستادن و تو بغل یکیشون یه بچه چند ماهی بی مادره. همین. من دیگه نمیتونستم این شناسنامه رو پیش خودم نگه دارم. از اینجا به بعدش به عهده خودت. ولی اگر خواستی حقیقت رو بهش بگی بذار وقتی رسیدی به امریکا بگو. خب چرا؟ چون برای شما سخته؟ شاید. شایدم به خاطر اینکه وقتی با راه و رسم زندگی اونجا آشنا بشه راحت تر بتونه با حقیقت کنار بیاد. بهم گفته بود اگر شناسنامه رو بهش بدم امشب میاد خونه. فقط تا مدتی که ایران هستید دلم میخواد بیشتر ببینمش. آقای مشتاق یه نفس احتیاجی به این نیست. لازم نیست به غزل بگی. فرض کن به خودت قرض دادم، هر وقت داشتی بهم پس بده میتونی باهاش دلار بخری. آقای مشتاق کافه چرا گوشی رو بر نمیداری؟ همین الان یه نفر از تلفن مانتانا با من تماس گرفت. چی؟ دیگه چیه؟ بله شد. به من باشه، من یه قرون به اینا پول نمیدم دیگه. اول میام سراغ ماندانا بعدم بقیه‌ام. ماندانا با این احتیاطش چه بلایی سرش میاد کاوه؟ مسیح چی جرمش قتل میدونی یعنی چی؟ اصلا اونا هیچی، برنامه سفر خودمون چی میشه؟ این همه سال منتظر بودم مامانم رو ببینم. این دیگه چه بلایی بود سرمونی؟
بیا بیا اومد. چیزی نیست. چی شده؟ کلافم کرده. میخواد بگه شب بیا خونه. خب برو دیگه. اول باید شناسنامه بده. بگم شاید بنده خدا داره راست میگه. شاید شناسنامه بوده دست مادرت. یعنی میگم اگه مسئله رفتنه که ما هزار جور دیگه هم میتونیم اقدام کنیم میگه. حالا حتما لازم نیست شناسنامه داشته باشی. کافه اولا که با اون شناسنامه میتونیم راحت‌تر بریم. دوما من فقط با اون شناسنامه میتونم مامانمو پیدا کنم. تو رو نمیدونم ولی من مامانم تنها دلیل رفتنمه. بابا مامور است. بدون. بله. اوزان موزا که رو برای رفیق جان. الو. الو. آقا من که رفیق شما که نیستم. که چی؟ ما 80 تومن بیشتر نمیتونیم. نشد. داری بازی در میاری. بازی چی در میاریم؟ از صبح تا همین الان تا هرچی بونگا بوده رفتیم. خب وقتی میفهمم برای پول اجاره داریم مفخری میکنم. قربونت، یه خورده از خودت مایه بزن. ما تا فردا فقط همین پولو میتونیم بدیم، همین پول ماشه. کلکه نیست. چیکار کنم؟ آدرس بونگا رو بدم بری بپرسی؟ کجا بیایم؟ بعد کجا بهت بدیم پولو؟ فردا بهت میگم. الو آقا. الو. ببین موبایل چی میشه؟ موبایل ندی از پول خبری نیستا. تو داشت نکنه فکر کردی این تویی که باید چرت بذاری. دوباره بهت زنگ میزنم. چی میگه؟ هیچ. میخواد خیالش راحت چه پولیشو میگیره. بیا قصد. نه ولیش کن. بذار این پیش من باشه تو گوشه منو ببر. واسه چی؟ این مردک شده تا صبح بخواد ده بار دیگه زنگ بزنه دیگه. من شما رو میرسونم بعد میرم دم کارواش باشه ده بار. الو؟ الو؟ ببخشید مثل این که اشتباه گرفت. آقای مشتاق من کاوه هم ببخشید گوشه غزل پیش من. کاوه؟ بله. خب داریم میان اینجا دیگه. افسانه میگه شام سرد شد و نه غزل خونه است. شش پیش منه جانم. خونه است؟ مگه قرار نبود شام بیاین اینجا؟ ببینم یعنی نتونستی راضیش کنی بیاد؟ ببینیم من خواستم خودم باهاتون تماس بگیرم جناب مشتاق. واقعیتش قطع میزدم. اجازه بدین. فکر کردم تو این لطفه من میکنی. من نمیتونم کمک کنم. خوشحالم که تو هم فهمیدی چقدر سخته. بله. همین که تو این راز شریک شدی با من لطف بزرگی. خواهش. مواظب خودتو غزل باش بسرم. من خدا حافظ. دو نفر از طرف برادر شما آمده بود اینجا. کلید خونه رو هم داشتن. هرچی گفتم اقلا بذارین دو تا پتو باشه. شب میاد سرشو کجا بذاره. گوش نکردن. با من خندیدن. ببرید تو ماشین بخوابه. نگفتن وسایل رو کجا میبرن؟ نه چیزی نگفتن. خدا رحمت کنه مادرت. اون خدا بیامرز اگه زنده میبود برادر شما که از این کارا نمیکرد. به طور سالمه؟ بله. بیا. برای چی؟ بگیر. برای چی؟ بگیر دیگه. ده یازده صبح حواست به گوشیت باشه. زنگ میزنم میخوام بفرستم یه جای کاری برام بکنم. چش. کجا؟ میگم صحبت. باشه.
الو 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 کاوه غزل، یه یارو زنگ زد میخواست با تو حرف بزنه از طرف داداشت. گفتم خانومشم، موبایلش دست منه. بیشور برگشت گفت بهش بگو یه هفته وقت داره خونه رو خالی کنه و گروشو گم کنه بره. بعدش هم یه وسایل شخصیشو تعویض بگیره. کاوه چی شده؟ چی بابا، اومدن خونه رو خالی کردن. پس بالاخره به سهم الارث زورکیش رسید. ماشینو گذاشته تو پارکینگ، گفته اینم از سهم خونت. به نظرم دوباره ازش شکایت کن، مگه نگفتی وصیت نامه رو جعل کرده؟ اونو ولش کن، این لپتاپم کامپیوترم همه زندگیمو برداشته برده، کار مردمو بعد تحویل میدادم به خدا. بس بی خیالش شو، اصلا ما که داریم میریم جهنم، فکر کنم همینم نداشتی. زودتر از اینجا کنده میشیم. اون وقت که رفتیم مامانم کمکمون میکنه یه زندگی خوب راه میندازه. کاوه مامان دانه حرف نزدی؟ چرا؟ گفت میخواد تنها باشه رفت خونش. حالا که میدونم چه اتفاقی برش افتاده بهتر درکش میکنم. حواشو داشته باشه. اتفاقا پیروزم زنگ زد حال ماندانا رو ازم پرسید. غلط نکنم یه جورای گلوش گیر کرده. اون موقع که داشتم میومدم خونه به سرم زد باهاش صحبت کنم و همه چیزو بهش بگم. بهش بگم نگران اتفاقی که تو خونه دوستت افتاده نباش. تو زندگیت بنزه کافی نگرانی داشتی، این یکی رو فراموش کن. نمیتونستم از فکر ماندانا و اتفاقی که براش افتاده بیرون بیام. اگر هیچی نمیدونستم، اگه وارد خونهشون نشده بودم، اگر خودم اون راهو نرفته بودم، شاید اصلا باور نمیکردم همچین اتفاقی برای ماندانا افتاده. یا اگرم باور میکردم، انقدر از این کاری که داشتم میکردم دچار عذاب وجدان نمیشدم. شریک دوز، رفیق قافله، چطوری؟ بنت ما دستو صدا تو بیا پایین. داش من شما رو دیدم، نه با شما کار دارم. خودتو هم غلطی میخوام. خیلی خوب صدا تو بیا پایین. یه اتفاقی افتاد حالا همه حلش میکنیم دیگه. خودتو حلش کن. پیروز بیا. بیا بریم دیگه واسطه. حالی گرفتم از این بچه سیب زمینی دوترش کردم، موبایلش رو دوتر کردم. چی؟ تو گفتی تو خونه از این خیابون بریم بیرون حالا. کو موبایل کو تو جورا من تا این باشه دیگه بخواست سر به سر من بزن. بیا بگو بزن طبیعی باشه. نگینو شما این فکر هم اصلا بده ببینم بسید چی تو جنوبر عجیب غریبی هستی باله آقا تو خونه چی شد؟ من با یارو دعوا نکردی؟ نه خره اصلا یارو منو ندی، این مردر دیدم نزده و شلوارم سنگین بشه. داشت حالا اونا هیچی، تو چرا خبرم نکردی؟ بارو با مدرسه بگینم به زنی زدیم جواب نمیده. حالا نمیدش کن بگویم تو خونه چی شد؟ هیچی دیگه، دیدم خونه خالی، حالم گرفته شد، رفتم طبقه بالا ببینم چه خبره. یه دفعه صدا شنیدم، اومدم در پلا پایین رو دیدم یه لندهور واسه خودش همینطوری اومد زیر پلا. ترسیده بودم، خشکم زده بود، نفهمیدم کجا رفته. که از سرسه که راه انداخت فهمیدم رفته دستشویی. منم دیدم بهترین فرصته، از سالن زدم بیرون رفتم تو حیاط. تو حیاطم که دوچرخه شو دیدم فهمیدم خودت من شما دیدین دیگه اومده تو. اینجا بود که یه فکر به کیا کله داشت زم عجشم فعیه پیرم بهمی راحتی. آخ آخ زن چه حالی ازش میگه حالی بشه خواستن زنی بزن از 110.
میگم زنگ نزنم به صدا. نه دیگه من اینا دیگه وقت گفتم موبایل جا گذاشتم بی خیالش شدن دیگه حواسم بود. آقا اصلا اینا یوننن تو خونه. من این دختره ماندانه کلید گردون میگفت بریم تو خونه ها. نمیرن اینا جرأتش ندارن. کجا؟ جل خونه. میخوام ببینم اینا پیداشو میشن. آقا یه زنگ بهشون بزن اصلا زایه است. به کی؟ به همین یارو دختره دیگه زن کاوه است. شماره اون به تو زنگ میزدن شمارش افتاده. نمیخواد بابا بیا. بی خیال بابا من ازت بدجوری ترسیده بودم. بذار یه خودو بترسن. من اون تو نترسیده بودم. ترسیده بودن و مامور بدجوری گیر داده بود. آقا یه فکری بیا زنگ بزنیم به اینا. این ما روح این یاریم که تو این خونه زدین کشتین و ما ازتون انتقام بگیریم. ولی این لوس بازی ها درنی مسکلش میکنیم بعدم دیگه بیام برسونم دم کافی شاپ دیگه نصف شای ماشین گیرمون نمیاد اینجا. عمرن اگه موبایل بهشون برگردم میرم. یعنی چی خب راستش چی بالاخره بهشون بگی؟ نه ولی چی بگم؟ تو معلوم نیست هم دیگه رو ببینیم. این چه پولشه؟ رو 7-8 میلیون. مرد حساب اینا امشب تا اینجا اومدن فرداش هم تا اینجا میارن میان تعطیل قضیه رو درمیارن آبروی حیثیتون میره بابا. میان چیکار میخوام بکنم؟ فوقش میبینن یارو سالمه میفهم بازیشون دیدی. چیکار میتونم بکنم؟ خونمونو که نمیدونم کجاست. شماره تلفنم کم. آخ صاف. موبایلم از دخترمون. من 1% اگه بره تو فون که شماره تلفن باباتو پیدا کنه زنگ بزنه بهش بیچاره این چه سامه زودتر بگو خوشحال شدی؟ ای بخوا حل دیگه نه ولی آقا اصلا گیریم اینا نیمدن تا اینجا ولی نه همش بیچاره باید تو حول و بله این باشن که تو این خونه چه اتفاقی افتاده و اینا آقا این نامردیه تا نمیخواد سنگ اونا رو به سینه بزنی به فکر این باش تو موتور و چپ پیاده بره سر و عزیز تو ما رو آقا نگیر من همور شانس آوردیم اینم برای همیشه میفرستیمش باورم شیش تومنم که آبش کنیم با سه تومن چه کارا که نمیشه کرد تو با سه تومن میخوای چی کار کنی؟ حروم به بابا یه قرونش هم نمیخوام آقا علال حروم هم حالا سرش میشه بکر اینا خودشون چجوری کیسه هاشون رو پر میکنم یه نگاه به دوربر بنده به خدا اگر گشتگی اینجا سقچی کسی توف هم رو نمیدازه والا که به فکر من و توه بابام که بابام 45 شهر کنی یارانه اون ببینه میده میگه همون نونه کنار غذا بیشتر 45 شهر میشه خب بالاخره چی شد؟ فردا میان زنگ میزنی گوشی رو بهشون پس میدی یه موبایل اصلا به شکل تو نمیخوره هر جا دست ببینم میفهمن دوزی بدبخت میشی فهمیدی تو قصه شو فهم چی آبش کنم آب از آب تکون نخوره سمت هم میارم دو دستی بهت مادرم خواب میگم سمت هم میارم دو دستی بهت میدم خیالت راحت ما اصلا نمیفهمی چی میگم نه اصلا غلطی میخوای بکنی بکن فقط من شریک خود نکنم اون نفرش 3-4 میلیون پولم چون این نفری 3-4 میلیون پول مثلا میدادم 1000 دستگاه ریو خداحافظ اصلا تو راست میگی من دیشب خیلی فکر کردم موبایل نمیشه آبش کرد من 3-4 میلیون دردی هم منو تو دوونه میکنه که
مرده حسابی. من تو میگم 3-4 میلیون به درد نمیخوره که بری برای ماشین یارو بدبخت نقشه بکشی. تو این نگفتی مادرت این خونه رو دوست داره؟ آقا موضوع من و مادرم به خودم مربوطه. پیروز گرفتن پول از اونا مثل کندن ماه یه خرس، اصلا حالشون هم نمیشه. دختری برای شما تلفن نماد حرف میزنه، برای شما تلفن دوست پسراش که تو این سیف کرده از این پول بده. به خودم چیکار به اون دارم؟ چه کاری ندارم. تو از اینو بعدت میاد چون تو پول دارن میمکنه بلای سرشون بیاری حقش نه آقا این نیست. چه چرت میگی؟ کی میخواد بلا سر کسی بیاره؟ من فقط نمیخوام 2 سال اونم تو سربازی هدر بشه. نمیفهمی اینا رو که من تو مادرتو از اینجا میخوای کجا ببری؟ گیر دادی ها. من دارم میگم این پول میتونه زندگی هر دو تامون رو زیر رو کنه. و برای اونا چی؟ یه ماشین انداختن زیر پاشون که 2 روز دیگه یا دلشون رو میزنه یا توی جردن انقدر باش بالا پایین میکنن میزنن به در دیوار که 2000 هم نمیارزه. ما داریم منطقی حرف میزنیم دیگه. الان شانس در خونمون زده که الان کار کردیم کردیم نکردیم هیچی دم اونجا دستمون رفته. چون هم با لباس تو بوش دیر میشه. یه صبح شد جون من. آقا برو بیا من چه کار برو باش دمت کرد. فهمیدی چی میگی دیگه؟ شب خوابت نبوده نگران بودی صبح زود خونه زدی بیرون رفی جلوی در خونه سر گوش آب بدی 2 تا ماشین پلیسی بگو در خونه هم باز. خیلی خوب ساعت برو گفتی بعد شماش راه بیا بگو مسئول هم از ترس خودشو گمونگو کرده اصلا معلوم نیست کجا گرفتی دیگه. مشتاق چرا تلفنتون رو جواب نمیدین خانم؟ بله عرض کردم چرا تلفنتون رو جواب نمیدین؟ به شما هیچ ربطی نداره سیم کارتو میده یا بسوزونیمش. دوستم کل شما رو تو سیف کرده. شما بهتر نیست اصلا گوشی رو بدیم من با شوهرتون صحبت کنم با آقای نجم؟ رفه قافله چی شده باز بکری؟ خوب خود قبول داری کارم شبی دوزی ای بابا تموم شد دیگه فردا پولو میگیریم خلاص. چه خبر؟ بشتن فرقنا در چه حالی هم؟ من نیستم. چی؟ من پول رو نمیخوام. تو هم بیخیال شد. چی میگی تو از اون میگی؟ حالیت نی؟ فردا همین موقع پول تو دست نمونه. نصف نیست. یه نفر پیدا کردم کارت پایین خدمت اصل بهم میده. اصل. با بقیه سهم هم میرم یه زیر پله اجاره میکنم از این سرگردونی در میام. میفهمی اینا رو؟ اینا یعنی زندگی. برو صفا کن. صفا؟ این زندگیه. این دزدیه. واسم خود چیکار کنی؟ آقا سیمی درس حسابی به 4 تا بچه پول داره علی بیغم بدیم دیگه. دادیم. تازه اونا الان باید بفهم و اسکلشون که داریم بهشون میخندیم ندونن که اصلا فایده ای نداره. اینجا خرم ها خوب دوشن که رازتو باز کن. هر غلطی میخوای بکنی بکن. ای وای بالت بخوای نقشه منو خراب کنی بوسی کلتو میکنم. پیروز باید شوخی ندارم. خدایی آر شدی تو اصلا مشکل چیه؟ من از اولشم با این کار رو علم کردم. خیلی خوب فردا صبح باشون قرار گذاشتی دیگه ها؟ با تو هم ساعت چند؟ 10. کجا؟ جلو کار باشه. خیلی خوب تو اصلا نمیخواد بری سر قرار. کاوان فهم میکنه تو هم مثل من ترسیدی خودتو کنار کشیدی. قبول درست؟ بقیهش با من پولو میگیرم میام سهمتم تحویل میدم جلوی در خونتون.
ها؟ باش. تنها کاری که باید بکنی اینه که بشینی تو خونه تا وقت من نگفتم بیرون نیا. این کارو که میتونی بکنی. بقیه شما. کاری که من باید میکردم این بود که موتور گیر بیارم. نمیدونستم آخرش چی میشه، اما میدونستم کاری که دارم میکنم درسته. مسعود نشونی یه پل توی یکی از فرعی های جاده برامی به کاوه داده. باید پولو میذاشت توی چاله و برای برداشتن موبایل با آدرسی که روی کاغذ نوشته بود میرفت. مسعود تهدید کرده بود که با همکار خیالیش در ارتباط و اگه پول توی چاله نباشه کاوهم نمیتونه موبایلتون آدرس پیدا کنه. مسعود میخواست اینطوری مطمئن بشه کاوه به اندازه کافی از پول فاصله میگیره تا اون بتونه پولو برداره. مسعود فکر اینجاشو نکرده بود. الو هیدن، برو به این آدرسی که بهت میگم. به به آقا پیروز، جلو نیا. کرم حلال حروم برات مونده، الو کم و زیادش برات. جلو نیا. کس عاشقا آره نیستی، دزده افتادم به جونم. آخر معرفتی شما پیروز. بوی به خودم همشون درستم تیغش جا نره، ولی من خیالم راحت. چرا؟ آقا رفت که ما بمیریم یکی واسه ما گریه میکنه. تو بابا خدا نکنه. آقا زن خوب مردم رفت، یک رفت سر کار. آقا این ارث بابای منم بده. هدیه بهترین بابای دنیا، بی خطرترین چاقوی دنیا با به یه زنگ بزنم به هیدر ببینم این آقا خیلا باشه. باشه باشه. اما دیگه هیچ کس ردی از هیدر پیدا نکرد. انگاری اونم با موبایل دود شد و رفت. بابا لاغره دیگه تا یه ماه بتم. یه ماه هم نری میگم. نه بیخود میگی، اون یه حد سرش میگم من مردم میگی.
وقتی از هم جدا شدیم هیچ قول و قراری با هم نذاشتیم. همه چیز به حالت قبل برگشت. باید اعتراف کنم تو مدتی حال و حوصله چت اومد نداشتم. فکرم پیش ماندانا بود. ما هم یه مهلت 6 ماه گرفتیم و موقتاً تو همین خونه موندیم. مادرم امیدوار بود که تو این فاصله قیمت اجاره کمتر بشه. یکی دو بار با کاوه تلفنی صحبت کردم. درگیر مشکلات خودش بود. پدر غزنم بالاخره دلو به دریا زد و داستان مادره رو بهش گفت. من مونده بودم و فکر مسعودی که از ترس یک هفته سر کلش تو محل پیدا نشد. تا اینکه با هزار بدبختی از زیر زبون پدرش کشیدم کجا مخفی شده. راستش اینجا اصلا به مسعودی که دنبال یه زیر پله بود نمیخورد. منم یه آدم نمیومد که تو پر حرفیاش از یه همچین جایی گفته باشه. مسعود در باز کن پیروزم. و آقا مسعود چطوری؟ دعوتم کن بیام تو دیگه. آه اگه شوخی نکردی تو اونا رو گوشتی سر کار، اونا تو رو گوشتن سر کار دیگه. طوری نشده که حالا مال اونا دردش بیشتر بود. این گوشی آنگل نگونی هم از کفت رفته. آقا مسعود سعی کردم همه چیزو به شوخی برگزار کنم، اما مسعود هیچ حرکتی نمیکرد، فقط به روبرو خیره شده بود. بابا چرا اینجوری بغ کردی و سکه نمیکنی میابدی خوش میشی؟ آقا مگه ما هم رفیق نیستیم اصلا؟ تنها اشتباه همین بود که چاقو رو بهش نشون دادم. آه این اصلا بی خطره، بی خطره. ببین یه دست میزن اینجاش خواهشن میشه ده تو. تصور هر چیزی رو میتونستم بکنم جز دیدن اون. جز دفعه آقا میشه از این کوچه نریم؟ پیچیدم دیگه خانم. این خیابون مستقیم میخوره به اتوبان، زودتر هم میرسیم. چیکار کنم؟ برگردم؟ نه آقا بریم. بخش میشه چند لحظه ساعت؟ چیزی جا گذاشتی؟ نه. ترسیده بودن آن؟ همون بچه دیگه عمرن اگه موبایل بهشون برگردن میان آن؟ یعنی چی خب راستشوی بالاخره بهشون بگی؟ نه برای چی بگم؟ اصلا معلوم نیستی هم دیگه رو ببینم. این چه پولشه؟ رو 7-8 میلیون. مرد حساب اینا امشب تا اینجا اومدن، فرداش هم تا اینجا میرن، یه تعطیل قضیه در میارن، آبرو حسابتون میره بابا. میام چیکار میخوام بکنم؟ فوقش میبینن یارو سالم میفهم بازی. ولی نه همش بیچاره بعد تو گل بله باشه که تو میتونه چه اتفاقی افتاده و اینا. ما این نامردی نمیخواد سنگ بزنه. سر و دست ما رو نگیم. ببخش آقا میشه بریم؟ برای همیشه فرستیمش. شکوفه ما رو دید. من باید از همون اول میفهمیدم که آدم بی استعدادی مثل مسعود نمیتونه همچین نقشه‌ای به فکرش بیاد. بابا
بهت گفتم به من مربوط نیست اونجا چه غلطی کردی. پولو میدی موبایل پس میگیری. آره یا نه؟ بهت زنگ میزنم. نمیخواستم ماندانا رو اذیت کنم. من خب تقصیر خودشه. این همه پول داره حاضر نیست کمک کنه. دیگه فهمیدنش خیلی سخت نبود که چرا شکوفا آخرین کسی بود که قبل از پرت شدن دیدم. کریستوفر! وقتی که خوب فکرشو میکنم رفتار همه ما شبیه کاریه که رخ آخر بازی انجام میده. اون دیگه به برد و باخت اهمیتی نمیده. این فقط از این بازی که حرکتاش تکراریه خسته شده. مثل معتاد شدن ماندانا، تنفر مسعود از بچه پولدارا، بی‌اعتنایی غزل به پدرش، در افتادن کاوه با برادرش و آمال و آرزوهای شکوفه و دروغ‌های من که حالا همشون چند تا عکس میشن و میرن تو فیسبوک و وایبر و واتساپ و به چند لحظه بعد محو میشن، از خاطره ها میرن به همین سادگی. حیرتم از حیات چیزی نفتم، رفتیم به کراه و ندانیم چه بود، زین آمدن و رفتن و بودن نسود. گر بر فلکم دست بودی چون یزدان، برداشتمی من این فلک را زمین، از نو فلک دگر چنان ساختمی، کازاده به کام دل رسیدی آزاد. از روی حقیقتی نه از روی مجاز، یک چند در این بساط بازی کردیم، رفتیم به صندوق عدم یک یک باز. ای دل چو حقیقت جهان هست مجاز، چندین چه خوری تو غم از این رنج دراز، تن را به قضا سپار و با درد بساز، کین رفت قلم ز بحر تو ناید باز. تن باز شدم چشمم، آغاز شدم غم ها، تا بود روی ما بست از همه درها. بازی می پایان، این جنگ بی انجام، حقم بیش از این بود اما هنوز اینجا.
و دروغای من. پایان کاملی به نظر میرسه، اما خداییش خسته نشدین از اینجور پایانهای تلخ، سرنوشتهای محتوم؟ واقعا فکر میکنی نمیشه جور دیگه این داستان تموم بشه؟ آه این چاقو بی خطره بی خطره، ببین دست میزنی اینجا میره تو. شستافت لطفاً زود قضاوت نکنید. هر پایانی میتونه حکمتی داشته باشه. مسعود از پیچ و مهره‌ای که توی کمرش گذاشتن نه تنها ناراحت نشد، بلکه حسابی زغ کرد. همون چند تیک فلز کوچیک اون از سربازی معاف کرد. و وقتی خوشحال‌تر شد که فهمید پول عملش هم نقدان پرداخت شده. با طراحی کاوه، بخشی از آپارتمانی که شکوفه با دیه پدر مادرش خریده بود، تبدیل شد به دفتر مجله. همونجا هم شکوفه انجمنش رو انداخت. بله. کاوه و غزل هم اولین کسایی بودن که شروع کردن به کار کردن. 22 خواهش میکنم این توی لیوان خودم بدید. و البته مسعود که شکوفه روش حساب ویژه‌ای باز کرده بود. ماندانا هم وقتی فهمید همین نقشه زیر سر شکوفه بوده، ماشینش رو فروخت و اول پول عمل مسعود رو داد، بقیهش هم با یه چک و یه یادداشت فرستاد برای شکوفه و انجمن خط قرمز. و البته دیگه هیچ وقت هم تلفن‌ها و پیام‌های تشکر شکوفه رو جواب نداد. و شکوفه تنها کاری که تونست بکنه این بود که اولین شماره مجلش رو با عکس روی جلد به ماندانا تقدیم کنه. ماندانا دیگه جواب منم نداد. به قول بچه ها رفت و برای همیشه تو افق گم شد.